سلام به شما بینندگان محترم ورزش پلاس، هر یکی دیگر از ویدیوهای خبری ورزشی از کانال ورزش پلاس خوش آمدید. در این ویدیو با دو خبری مهم از باشگاه‌های رئال مادرید و بارسلونا در خدمت شما عزیزان هستم. خبری اول بازگشت میسی و دمبله به تمرینات بارسلونا و خبر دوم ستاره بلژیکی میگوید که من هنوز کهکشانی نیستم. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه‌ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. لیونل مسی و عثمان دمبله در تمرینات امروز بارسلونا حضور یافتند. لیونل مسی که دیدار مقابل خطافه را از دست داده بود، امروز دوباره در تمرینات گروهی بارسلونا شرکت کرد. اتفاق که میتواند بهترین خبری ممکن برای هواداران بارسلونا پیش از جدال حساس این تیم مقابل اینتر در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا باشد. البته نشای اسپورت نوشت که بعید است مسی در این دیدار در ترکیب اصلی قرار بگیرد، اما شاید مانند دیدار برابر دورتموند آرنست والورده برای دقایقی از لیونل مسی استفاده کند. در خبرهای منتشر شده از تمرینات امروز بارسلونا، مسی همراه با سوارز و پیکه تمرین را شروع کرد و سپس در بخش اول تمرین به کار کردن با توپ پرداخت. فردا یک تمرین دیگر نیز برگزار خواهد شد و آنجا مشخص می شود که وضعیت مسی برای بازی با اینتر چگونه است. از سوی دیگر عثمان دمبله هافبک فرانسوی بارسلونا نیز که در دیدار هفته اول این تیم مقابل اتلتیکو بلباو مصدوم شده بود، از امروز در کنار سایر بازیکنان بارسلونا در تمرینات گروهی شرکت کرد تا نشان دهد که او هم احتمالاً مشکلی برای دیدار مقابل اینتر نخواهد داشت. شرایط مسی، دمبله و نیز جوردی آلبا که در روزهای گذشته مصدوم شده بودند فردا روشن خواهد شد. طی هفته‌های اخیر بارسلونا نتوانست در نبود لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی خود نتایج خوبی را کسب کند. مسی که در تمرینات پیشفصل مصدوم شده بود، از دیدار هفته گذشته بارسلونا مقابل ویاریال در ترکیب اصلی آبیاناری ها قرار گرفت و در آن بازی نیز پس از یک نیمه حضور در زمین دچار مصدومیت شد. باید افزود که بارسلونا و اینتر روز چهارشنبه در چارچوب رقابت های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا و مساف یکدیگر خواهد رفت. اما در آن سو ستاره بلژیکی میداند که انتظارات از او در باشگاه ریال مادرید خیلی بالاست. ایدن هازارد که هنوز نتوانسته با پیراهن ریال مادرید در بازیهای رسمی گلزنی کند و یا پاس گل بدهد، عنوان کرده که میداند انتظارات از او در این تیم چی اندازه بالاست. ایدن هازارد در ادامه گفته که هنوز یک بازیکن کهکشانی نیستم. کریستیانو رونالدو پیش از من شماره 7 ریال مادرید را برتن میکرد و من باید ثابت کنم که میتوانم بهترین بازیکن دنیا شوم. نسبت به توانایی‌هایم شکی ندارم و تنها باید اعتماد به نفس بیشتری کسب کنم. میدانم که مردم انتظار زیادی از من دارند و خودم هم انتظارات بالایی دارم. به خاطر این مسئولیتم هنوز 100% آماده نیستم، اما نهایت تلاش خودم را میکنم تا تفاوت‌ها را رقم بزنم. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.